درود بر شما و درود بر همه بینندگان گرامی تلویزیون پارس و سپاس از کسانی که من نام بردید شهرتی و کسانی دیگر اینجا رو میگردانند و ما امروز سرود 13 داریم و اون درباره پیروزی بر دروغ است. یادمون باشه که دروغ نه تنها اون چیزی که ما میگیم امروز، بلکه هر چیزی که زیان برساند اون دروغه. زیانمند دروغه و یادمون باشه. اینک آغاز میکنیم. یک بندی به اوستا میخونم. یزی یاداوش اشاو دروجم ونگ هیتی یتاو سشتاو یاو دی بیتاو ناو فروختاو امرتاو ایتی دی واوشاو مشاوشاو اتو ای سواوش وهمیم وخشت اهورا. زرتشت می فرماید اگر پس از این کسی آنچنان که فریب همیشگی دیوان و مردان گفتند اون را دریابد، بیگمان به دستیاری راستی بر دروغ چیره خواهد شد. کسی که خوب ببینه که چه خود واژه دیوا که به فارسی دیو شده دو معنا داره، یکی درخشان که همه اونها رو که خدایانشون همش درخشان بودن، یکیشم فریبنده. و زرتشت همیشه به معنای همین فریبکاریشون. خدایا اونگاه با چنین سودها او بیش از پیش تو را گرامی خواهد داشت. هنگامی که ما همه پندارهای دروغین و ساختگی و اینها را دور میگذاریم و خودمون دانشمند میشویم، این اون چیزایی است که زرتشت در همین سرودهای پاک خودش میگوید. اونگاه ما میدانیم که چه چیز سودمند است، چه چیز زیانکار است. و اونگاه با چنین سودها او بیش از پیش تو را ای خدای خداوند جان و خرد گرامی خواهد داشت. اونگاه میفهمه که این آفرینش به این بزرگی را که همش سر و سامان داره، این سر و سامان را چگونه
باید مزدا باشه، ابر دانش باشه، باید اهورا باشه، هستی باشه. اهورا مزدا یعنی هستی ابر دانش. اون اینو آفریده، میگردانه و پیش میبره. و ما همش با این همه که آفریده های اون هستیم، آنچه که زرتشت میگه خداوند جان و خرد ما رو دوست داره، ما اون رو دوست داریم، ما دوست همدیگر هستیم، نه برده نه بنده نه هیچ، ما دوست هم دیگه هستیم و باید ما هم از دانش سود ببریم و دانشمند باشیم، چون اهورا مزدا هستی ابر دانش. ای خدای، خدایی که دانا هستی، بگو تلاش من برای من و یارانم چه خواهد شد؟ کی ای دانا راستکار بر دروغ پیروز خواهد شد؟ زیرا چنین پیروزی شاهکار زندگانی به شمار خواهد آمد. کاری که ما باید بکنیم، اون همه آزارها، همه دروغها، همه فریبها رو از خودمون دور بکنیم، راست و درست باشیم و دانا. دانا تا توانا باشیم. آموزش هایی که خدای بخشنده از راه راستی می آموزد، یعنی ما خودمون این چیزها رو می بینیم، حس می کنیم که چه چیز بیاموزیم که سودمند باشه. برای کسی که در می یابد بهترین آیین است. از فرزانه پیش رونده ایست که مانند تو، ای دانا، ای مزدا، از خردی که منش نیک، اندیشه نیک ارزانی می دارد، آموزش های ژرف می یابد. ما همچنان تا 11 بند از این داریم که باز پسین دند اون را آنان سود رسانان کشورها خواهند بود. سودرسان سوشیانته، سوشیانس که به فارسی میگیم سوشیانتا، درباره این گفتگو میکنیم که در پی خوشنودی منش نیک، اندیشه نیک، اندیشه درست هستند و کردار خود را بر روی راستی و آیین تو، ای خداوند جان و خرد، استوار می سازند. بیگمان آنان برای نبرد با خشم ساخته شدند. درباره خشم یا خشم باید بگم که در همین جا، در یکی از این بنده ها،
زرتشت هم اینجا هم جای دیگه میگوید هر کشمکشی که ما اینجا داریم، هر بکش جنگ یا هر چیز ریششون خشمه، ریششون خشم و خشم و خشم، و باید خشمو از میان برد، خشمو از میان که ببریم کسی که خشمگین نمیشه با کسی جنگی نداره، ستیزی نداره، جز دوستی هیچ چیزی دیگه نداره. باید بدانیم با اون که برگزینش راه نیکی یا بیراهه با خود یک کس است، باید دانست که نیکی به سوی آبادی و دیگری به ناشادی میبرد. باید راستی ها به ویژه دانش های نوین را دانست و کشف های تازه کرد تا انسان خود و پیرامون و خود و خدای خود را شناخته و همه پندارهای پوش را از خود زدوده با نیکویی آراسته شده. این باید کار ما باشه. به واژه تازه‌ای که ما به کار میبریم مدرن، گوگه زرتشت تازه واژه تازه رو به کار میبره و تازه ترین، ما باید این جهان رو تازه ترین بسازیم، یعنی از مدرن هم مدرن بسازیم. برای همین بارها ما گفتیم که زرتشت دستور هیچ چیزی نمیده، این بخور، این بپوش، اون بپوش، این بکن، اون بکن، چون اینا از کار میفتن. ما خودمون در همین چند سال دیدیم که چه چیزهایی از کار افتاد و جهان با تازگی ها چگونه تازه شده و می شود. با نیکوی های خداوند آراسته گردد. بیگمان روزی که راستی بر دروغ، گفتم دروغ بر دروغ چیره گردد، برای رازکاران پیروزی بس بزرگی خواهد بود. اما جهان را باید رهبران نیک، این من فشرده آنچه که نخواستم یک یک بندش بخونم، جهان را باید رهبران نیک و سودرسانان خوب با دانش و بینش و در آشتی و آرامش، نه با جنگ و زور و فشار و این چیزا پیش ببرند، و نباید کسانی را گذاشت که خود را به فرمان روایی برسانند و از یک سو برای خود سور و خوشگذرانی را پیشه کنند و سوی دیگر کشور را با بداندیشی و در بدمستی خود، واژه مستی را به کار برده در این همین سرود، که کسانی چیزهایی میخورن که مست میشن و کارهای دیوانگری از مستیشون برمی آید.
نتیجه بدمستی و خوشگذرانی خشم است و خشم مردم و کشور را به خاک و خون می کشد و تباهی بار می آورد. باید به هوش آمد و باید با پاکی و پاکیزگی کار کرد، زیرا زندگانی پاکیزه از بهترین روزهاست که انسان می گذراند. زردشت از آموزش های ژرف سخن راند، زیرا تازه یابی و تازه سازی است که جهان را نیک به پیش می برد. هرچند دانش نیک افزوده شود، آرامش و آسایش گسترش خواهد یافت. زرتشت دانشمند آفریننده و افزاینده را خداگونه می خواند. کسی که دانشمند باشه و چیزهای تازهی بیافرینه و چیزهای رو ما زندگانی ما رو بهتر و بهتر و پیشرفته تر بسازه، اون رو میگه این شخص خداگونه شده. خداگونه به راستی این سرود، سرود دانش و بینش و پیدایش و آفرینش یا کارهای خدایی است که انسان هم میتواند به اونها خدا را یابد و دریابد و هم خداگونه شود. باز در این سرود پرسش هایی هستند که خوبی زرتشت اینه، باید گفت سرودگو شاعر بزرگ، خوبیش اینه که پرسش که میکنه خود پرسش پاسخشه. کی ما بهتر خواهیم بود؟ خب با کارهای راستین و این چیزا میگه کی ما بهتر خواهیم بود؟ بهتر میشیم دیگه. خودش با این همه که پرسشه پاسخم هست. روی هم رفته. این بود امروز این سرود 13 تا برسیم به 14. اونهایی که فکر میکنن 13 نحسه برای خودشون، در پیام پاک زرتشت هر چیزی که زیان میرسانند اون بده، وگرنه 1 و 2 و 13 و 14 و 15 هرچی کارهای خوبی در این روزها انجام بدیم یا در این کارهای 13 انجام دهیم، همش خوب و نیک و باید گفت شادی بخش، شادی بخش و شادی بخش. خواهش میکنم. سپاس فراوان استاد جعفری. ما میدونیم که وقتی با یکی شروع میکنیم بحث کردن، یک جایی مرحله‌ای میرسه که اگر بحث ما شروع کنه خشمگین بشه، بعد از اون بحث خشمگین دعوا شروع میشه، یعنی اصلا سخن کردن وامیسته. و اگر ما خشم رو زیر کنترل بگیریم، این گفتارمون هی میره تا یه جایی همدیگر رو میتونیم با هم آشنا بشیم یا میتونیم قبول کنیم باورهای همدیگر رو یا نه، ولی تا زمانی که خشم میاد سخن گفتن وامیسته. نمیشه. چون ما کنترل احساسیمون پا میذاره روی منش نیکمون و خردمون. درست. شما ما یه واژه داریم قبل از اینکه بریم درباره سوشیانت سخن بگیم، یعنی کسی که سود میرسانه و
معنای واژه اوستا چی هست؟ ما یک کتاب داریم به نام اوستا که گاثا در آن هست، بعضی از یسناها در آن هم هست، یشتا در آن هست، ولی واژه خود اوستا یعنی چی؟ اوستا کسانی آوستا میگن، ولی آوستا نیست، اوستا است. وستا یعنی دانسته. آنچه که ما میفهمیم، در میابیم، آن وستاست. اوستا چیزی هست که ما نمیفهمیم، در نمیابیم. برعکس ویستاست. برعکس ویستاست. آپوزیتشه. اگر آویستا میگفتیم، آ یک کمی بالاتر میبره. ویستا یعنی دانش والا. آویستا دانش والاست. اوستا یعنی ندانسته. این زبان اوستاست. چرا؟ برای این که از هخامنشیان که گذشتیم به اشکانیان رسیدیم. اشکانیان که ما واژه پهلو، پهلویی و پهلوی و پهلوان، اونا رو همه رو میگیم پهلوان بودن، اینها زبانشون همون پهلویی بود، پهلوی بود. پهلوی که از فارسی باستان هم هخامنشی هم پایین تر آمده بودیم و آن را ما فارسی میانه، فارسی کهن شی رو میگیم، هخامنشی رو فارسی میانه اشکانی و ساسانی رو میگیم و فارسی کنونی همین هست. فارسی نو یا مدرن میگن. نو میگن. و هر رو در اون زمان اینها دنبال زند رفتن. زند یعنی دریافتن. زند اوستا. اوستا رو دریافتن با همون زبان پهلوی. برگردان اوستا رو، کارهایی که ما به فارسی اینجا کردیم و یکی از اون کوشکان من خودم هستم. این زند اوستا یعنی گزارش اوستا. زند واژه که پهلویه، پهلویه که به معنای همون دانستن و زانستن، دان و زان از اون درست شده. یعنی زند اوستا. اینا همه اوستا رو به پهلوی برگردانده بودن و نامش گذاشتن زند اوستا یا زند و اوستا. گزارش پهلوی و اون زبانی که مردم نمیفهمیدن. هم اکنون که من بند اول خوندم، میبخشید، میتونم بگم 95، بیش از 95 از کسانی که اینو میخونن نمیفهمن. باید این زبان رو یاد گرفت. زبانی هست که ما به کار نمیبریم دیگه. خود همین زبان فارسی امروزی ما شده. و زند اوستا، اوستا به این معناست. بعد این واژه سوشیانت، بنفکتور میگیم به انگلیسی، یا اتفاقا به زبان انگلیسی سیویر و پروفیت هم شده، یعنی بله. نجات دهنده و پیغمبر، همه اینا هم، یعنی سوشیانس
یه فارسی امروزی سوشیانتا، سوشیانتا یا اوستا شده، اون به معنای این آمده نجات دهنده، کسی که ما رو دوباره به بزرگی برمیگردانه و افسانه ها ساختند و همه دین ها همشون تا اونجایی که من میدونم همه دین ها یه سامی چشم براه یه کسی که هستن، حالا میخواه اون مسیح باشه یا امام زمان باشه یا هر کس باشه، بیا اونها رو همه چیزها رو درست بکنه، این هرچی که ما بدبدی در این جهان میبینیم. این خودش ما طرف بودایی ها میریم، میبینیم اونها همچنان با این همه میگن که بودا پیام پاک خود شد داد، ولی آنچنان که باید جهان بودایی باشه نشده. بودا دوباره بر میگرده یا یک کسی مانند بودا دوباره بر میگرده و جهان همش ما بودایی میشیم. همچنان این هندوها آواتار، یک کسی که از بالا میاد، یکی از خدایان آواتار میاد، که حتی برخی که من خودم اینو شنیدم گاندی رو میگفتن آواتاره، نجات دهنده ما، آزادی بخش ما هست. این از این دین بهی زرتشتی هم همطور. چرا؟ برای اینکه هنگامی که یک بنیانگذار دین میاد، آنچه که مردم باید گفت چشم برای اون هستند یا منتظر اون هستند، میگن همش باید خوب 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 بشه. چون نمیشه، میگن یک کسی جاش میاد. اکنون خود زرتشت همین سرودی که من خوندم، واژه سود رسانندگان، سوشیا سو یعنی سود، همون واژه سود ما از سو برخواسته. سودینده، سوشیانتا سودینده، سود رسان. این معنا رو زرتشت هر کسی که دانشمندتر از دیگران میشد و کارهای اینجا رو خوب میکنه، اون رو سوشیانت میگه. و همین سادگی، همه این دانشمندانی که اینجا رو بهتر ساختن و کسی که همین تلویزیون درست کرد یا امروزا اینترنت و این و اون و کامپیوتر و این چیزا رو ساخت، اینا همه سوشیانت هم. از روی خود پیام زرتشت. ولی چون در زمان زرتشت آنچنان که در زمان هخامنشیان پیش رفتن، اسکندر که آمد دوباره به فکر این افتادن که کسی میاد جور میکنه، اشکانیان برای خودشون یک چیزایی ساختن، ساسانیان تا یه اندازه آرامش داشتن، ولی همین که ساسانیان رفتن باز
دوباره این که باید یک کسی بیا اینه که سوشیانت رو برایش افسانه ساختن. افسانه اون اینه که زرتشت از تخم زرتشت سه تن هر هزار و اندی سال پا میشن و میان، که هنوز باید گفت 3000 و اندی گذشته و یکیش هم نیومده، ولی خب امروز فردا همشون دارن میکنن. حالا ببینیم کی میاد. این خودش بجای این که مردم خودشون با دانش و بینش خودشون رو بهتر و بهتر، زندگی رو بهتر بسازن، هیچ خودشون کاری نمی کنن. اون یکی که میاد همه کارا رو درست میکنه. این خودش یک پسرفت بسیار بدی است که ما بگیم یک کسی دیگه میاد و خودمون کوشا نباشیم که این کار رو انجام بدیم. اینه که این سوشیانت که در پیام زرتشت هر کسی که سود بیشتر میرسونه سوشیانته. تا حالا باید گفت نه هزارها، صدها هزارها، بلکه میلیونها سوشیانت ما داریم و داشتیم و داریم و خواهیم داشت. آره، خواهش میکنم. درخواست زرتشت واقعا اینه که میخواد همه از تقاضا میکنه که تمام انسان‌ها سوشیانت باشن. بله. سودرسان باشن به این جهان هستی، جهان اهورایی، که این جهان ما ببریم جلو هر روز و این جهان هر روز بهتر بکنیم. و همینطور که بابا به ما گفت، ما سوشیانت های زیادی داشتیم که آمدن و الان در جمع ما هستن و خواهم بود. این یه تقاضاییه در دید اشو زرتشت و دید ایرانیا که خود ما انسان ها باید این جهان رو برداریم، به عهده و به دست بگیریم و این طبیعت زیبایی که ما داریم اینو ما هی بهتر بکنیم و بهتر کنیم و فرش و تازه بکنیم و نو بکنیم این جهان رو. یک واژه دیگری که در گاثا اومده بابا هست زوتر. زو یعنی نیایش کردن. زوتر که به سانسکریت هوتر، هوتر میشه، زب هیو میشه، یعنی کسی که نیایش انجام میده، نیایش کننده. کسانی که نیایشی میکردن که ما اینجا یک کمک نیایشی کردیم، این زوتر بود. ولی خود زرتشت خودش دیده بود که کسانی که همین پیشوای دینی شده بودن، پیشوای باوری شده بودن، خودشون همون زوتر یا هوتر را میگفتن و کارهایی رو انجام میدادن به سود خودشون. خود زرتشت میگه که من از اون زودتر هستم که تمام پندربافی رو کنار گذاشتم، تنها نیایش میکنم، نیایش پاک و کوتاه. کسی ببینه همه پیامش در این، از این بیشتر نیست. این کس خودشو باشه. ولی امروز ما باز این موبدانی که داریم، درست به یادم نیست، 7 یا 8 تاشون هستن، یکیشون زوت میگن یا زوت، همین کار
انجام میدن. او از اون معنایی که در این پیام پاک هست میبخشید افتاده، جدا شده از این. بعد ما یه واژه دیگری میبینیم، چون اینا دلیل این ستاره دارم میپرسم، شاید اینا یه رابطه هایی، سوشیانتا، زوتر و مانتران. مانتران من یا فارسی که ما فراموش کردیم، فارسی خودمون منیدن یعنی اندیشیدن، ما در فارسی داشتیم منیدن یعنی فکر کردن، میمنم یعنی میاندیشم، من یعنی اندیشیدن، من یعنی کسی رو وادار به اندیشه کردنه. زرتوش خود رو و کسانی مانند خودش رو مانترن میگه، کسانی که اندیشه مردم رو بر میانگیزند، مردم رو اندیشمند میسازند. یعنی یه جوری تحریکت میکنه شروع کنی فکر کردن. آره، اون وقت خود واژه مانترا یعنی پیامی که اندیشه رو بر میانگیزه. پیام اندیشه انگیز مانترا هست و کسی که پیام رسان اندیشه انگیز مانترانه. بسیار زیبا. یاد ما فراموش نکنیم که اشو زرتشت، ما قبل از اینکه برنامه‌مون شروع بشه آقای پارسا اینجا بودن، باهاشون داشتیم حرف می‌زدیم و گفت که اشو زرتشت دوست ما هست. همچنین اهورا مزدا که خدای ما ایرانی ها هست دوست ما هست و ما باید با دوستامون یک دست بشیم، با خدامون یک دست بشیم و این دوستی رو به پدید بیاریم و زندگی سودبختی و آرامشگری داشته باشیم برای خودمون. و یک واژه‌ای که دربارش سه هفته پیش از شما پرسیدم که آریا بود، من گمان میکردم به زبان انگلیسی که این واژه رو میبینیم بهش میگن نوبل، یعنی یک شخصی که یک کار راستی انجام میده، و شما گفتین یعنی آزاد بخش. آیا این تیکه که راستی هم درونش هست میتونین اینو یکم روشن‌تر کنین؟ هم راستی که اشا ارتا هست، هم آریا، هر دوست از واژه ارا، ارا راه راست رو رفتن رو میگن. ارا یعنی کار، راه راست رو رفتن، ارتا یعنی هر کار راست و درست شده، که به اوستا آشا میگیم. ولی خود آریایی ها مردمانی میدیدن که زیر فشار کسانی بودن، اینها خودشون میگفتن ما آریا هستیم، راست را میریم. پس در زمان ساسانیان یا همون اشکانیان و ساسانیان این واژه رو به معنی آزاده به زبان فارسی گفتن، آزاده یعنی ایرانی که شده میبینی آریا، آریا شینا یعنی آشیان آریایی، که همه کشور و سرزمین آریایی رو آریا شینا میگفتن. واژه آریا وقتی که به زبان همین پهلوی میرسه، آریا میشه ایر، جمع ایر میشه ایران، یعنی آریایی ها ایرانه. ولی شهر یعنی آبادی،
میخوای این آبادی یک کشور بزرگی باشه یا یک آبادی کوچیکی باشه که مثل ما شهر یا تمام جهان هر اندازه‌ای میتونه آره. بنابراین ایران شهر میگفتن یعنی سرزمین آریای آزادگان چه زیبا سرزمین آزادگان میگفتن که ما ایران شهر هنوز میگیم ولی در خود ایران در بلوچستان یک جایی که من نامش فراموش کردم یک نام یکمکی زشتی بود اون رو نامش گذاشتن آریا ایران شهر در زمان پهلوی که میشه همه اونو شهر ولی ما شهر رو باز باید بدونیم که شهر یعنی خشه که ازش کلمه خشترا که هم شاه و هم شهر ازش ساخته شده به معنی آباد کردن با آرامش نه با زور و این چیزا با آرامش خشی آباد کردن پس شاه با اون معنی که امروزا ما میگیریم نیست شاه یعنی آباد کننده یعنی که با آرامش آباد میکرد شهرم اونجاست که آباد شده باشه اینها رو ما فراموش کردیم چون کسانی آمدن و شاه شدن که آباد کننده نبودن و ما میبینیم در دوران هخامنشیان شخصیتانی مثل کوروش بزرگ و داریوش بزرگ و خشایارشا و دیگران که واقعا اینا هر جا میرفتن با آرامش میرفتن و تلاششون بود که آن سرزمین رو آباد کنن و بهتر بکنن بله چون همین واجه خشترا که میشه وهو خشترا یعنی رهبری خوب سرزمین خوب و مدیریت خوب رهبری خوب ریشه‌اش از این وهو خشترا یا خشترا میاد که دوباره این جزو تمدن ما ایرانیا بوده که چه تمدن بزرگی بوده و چه اثرایی تمدن ایران هم به شرق و هم به غرب کشورهای شرقی و غربی دنیا گذاشته ما برنامه‌مون تقریبا به پایان رسیده دوست دارم دوباره سپاسگزاری فراوان بکنم از استاد بزرگ ما استاد جعفری برای اینکه این زحمت رو کشیده اومده اینجا و برای مهربانیش و امیدوارم که در هفته آینده دوباره برنامه زرتوش رو ببینین و لذت ببرین و به دوستانتون بگین ما برنامه‌های زیبایی میاریم استادای خیلی زیادی آوردیم اینجا مثل پدر من استاد جعفری استاد فرهنگمهر خسرو خزایی دکتر مرزبانی دکتر انوشیروانی جیسن جورجانی آقای شاهین نژاد خانم علی آبادی ما در آغاز این برنامه حدود 10 ماه پیش گفتیم این یه برنامه زیبایی هست علم و علومی هست دانشی هست و شخصیت‌های دانشمند ما میاریم اینجا که بتونیم یه آموزشی دریافتی بگیریم از این تمدن وسیع ایران و فرهنگ وسیع ایران و همچنین خدای اهورایی ایران و خدای جان و خرد که زیباترین خداست که ما ایرانی ها داریم و بعد افتخار کنیم و با دست باز آغوش خدای خودمان را بگیریم و همچنین اشو زرتوش امیدوارم هفته آینده هفته زیبای خوبی باشه برای همه شما و خدا نگهدار همه شما باشه خدا نگهدار